پوتین: شکست دادن روسیه غیر ممکن است. اوکراین قصد حمله دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در 17مین کنفرانس مطبوعاتی بزرگ خود شرکت کرده است. این رویداد با وجود محدودیت‌های اعمال شده به دلیل شیوع بیماری کووید 19 برخلاف سال گذشته به صورت حضوری و با مشارکت 507 خبرنگار و نمایندگان مطبوعات داخلی و خارجی در سالن نمایشگاه مرکزی مانش در مسکو در حال برگزاری است. طبق اطلاعات کرملین، کاهش تعداد خبرنگاران از 1000 به 500 نفر به دلیل محدودیت های در نظر گرفته و فاصله امن آنها با رئیس جمهور صورت گرفته است. کنفرانس مطبوعاتی بزرگ پوتین به طور مرسوم نوعی نتیجه گیری درباره تحولات سال در حال اتمام است. هیچ محدودیتی در انتخاب سوالات برای خبرنگاران وجود ندارد و رئیس جمهور روسیه به سوالات مختلفی درباره سیاست داخلی و خارجی کشور و حتی مسائل شخصی خود پاسخ می‌دهد. شکست دادن روسیه غیر ممکن است مگر از داخل و با حمایت خارجی. ولادیمیر پوتین تاکید کرد که هیچ کس نمیتواند روسیه را شکست دهد و این کشور فقط ممکن است از داخل فرو بپاشد، که این تلاش از سوی کسانی که توسط کشورهای دیگر حمایت میشوند قبلا نیز انجام شده است. وی گفت در طول تاریخ در زمان امپراتوری روسیه در دوران جنگ جهانی اول و در دهه 90 قرن گذشته زمانی که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید روسیه ویران شد. این کار توسط کسانی صورت گرفت که در خدمت تأمین منافع دیگر کشورها بودند و نه در جهت منافع ملی روسیه و مردم این کشور. رئیس جمهور روسیه در تفسیر مطالب منتشره در رسانه‌های غربی درباره نقشه مسکو برای حمله به اوکراین یادآور شد که از چنین گزارشاتی میتوان نتیجه گرفت که طرف اوکراینی در حال آماده سازی خود برای سومین عملیات نظامی در منطقه دونباس است و می‌خواهد به روسیه در این خصوص هشدار دهد. وی افسود: اکنون دائما از جنگ با ما صحبت می کنند. به ما گفته می شود جنگ جنگ جنگ. چنین احساس می شود که احتمالاً سومین عملیات نظامی در منطقه دونباس در حال آماده سازی است و از قبل هشدار می دهند در این خصوص هیچ دخالتی نکنید. هیچ تلاشی برای دفاع از مردم بی دفاع ساکن منطقه انجام ندهید که اگر مداخله کرده و از آن دفاع کنید تحریم های جدید فلان و فلان در انتظار شما خواهد بود و باید خود را برای این وضعیت آماده کنید. پوتین با اشاره به اینکه تلاش می‌شود تا روسیه را یکی از طرفین مناقشه داخلی در اوکراین معرفی کنند، به رهبران این کشور توصیه کرد از جنگ علیه مردم خود دست بردارند. وی بر تمایل مسکو برای داشتن روابط حسن همجواری با اوکراین تاکید کرد و یادآور شد که روسیه حاضر است با دولت اوکراین همکاری کند. دلیل اعمال فشارهای کشورهای غربی: نگرانی از بزرگی روسیه است. ولادیمیر پوتین در این کنفرانس مطبوعاتی ابراز عقیده کرد که روسیه برای غرب بیش از اندازه بزرگ است و تنها همین نگرانی میتواند توضیح اعمال فشارهای دائمی بر این کشور باشد. وی توضیح داد: در سال 1991 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی من میگویم خود را به 12 بخش تقسیم کردیم، ولی چنین احساس میشود که این اقدام برای شرکای غربی ما کم بود. به عقیده آنها روسیه امروزی برای آنها بیش از اندازه بزرگ است، برای اینکه خود کشورهای اروپایی به کشورهای کوچکی تبدیل شدند. به عقیده من تنها علت اعمال فشارهای دائمی غرب این مسئله است. رئیس جمهور روسیه در خصوص درخواست مسکو برای عدم استقرار موشک‌های آمریکایی در نزدیکی مرزهای روسیه نیز توضیح داد. وی به دولت آمریکا پیشنهاد کرد به این مسئله فکر کند که اگر طرف روسیه اقدام به استقرار موشک‌های خود در مجاورت مرزهای ایالات متحده با کانادا یا مکزیک می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد. پوتین ادامه داد: ما به طور دقیق و واضح گوشزد کرده ایم که اگر گسترش ناتو به سمت شرق همچنان ادامه پیدا کند، این وضعیت برای روسیه غیر قابل قبول است. کجای این موضوع نامفهوم و غیر قابل درک است؟ آیا ما موشک‌های خود را دقیقاً در مرزهای آمریکا مستقر کرده ایم؟ خیر، این آمریکاست که با موشک‌های خود به در خانه ما آمده است. آنها هم اکنون در پشت در خانه ما هستند. آیا چنین درخواستی از آنها برای توقف این روند تقاضای بیش از اندازه ای است که بخواهیم سیستم‌های تهاجمی در نزدیکی خانه ما ایجاد نکنند؟ چه چیز این درخواست غیر معمول است؟ وی در پاسخ به سؤال دیگری یادآور شد که روابط روسیه و چین در حال حاضر در بالاترین سطح خود قرار داشته و طرف روسی آمادگی دارد تا ارسال انرژی خود به این کشور را حتی بعد از سال 2060 نیز ادامه دهد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان، کانال آژیر خبر را سابسکرایب و زنگوله آن را فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.